رئیس جمهور به مناسبت روز فناوری فضایی از نمایشگاهی دیدن کرد که آخرین دستاوردهای متخصصان ایرانی برای تسخیر فضا در آن به نمایش درآمده بود. یکی از بخش‌های اصلی نمایشگاه روند توسعه فناوری ساخت، پرتاب و کنترل ماهواره بود. وزیر دفاع امروز از ساخت پایگاه جدید با قابلیت پرتاب ماهواره‌هایی به وزن 1 تن تا سال آینده خبر داد. رونمایی از آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای صنعت هوافضای ایران. هنوز از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره نوید علم و صنعت و در مدار زمین قرار گرفتن آن 1 هفته نگذشته که خبر خوش دیگری در آستانه مبعث پیامبر اسلام و روز ملی 22 بهمن لبخند شادی بر لبان ملت ایران و متخصصان صنایع هوافضای کشورمان نشاند. 2 ماهواره دیگر تا چند ماه آینده به فضا پرتاب می شوند. آمادگی پرتاب ماهواره فجر فراهم شده که بعد از اون هم می تونه ماهواره طلوع پرتاب بشه. پرتابگرهایی که باید بتونن این ماهواره ها رو پرتاب بکنن و در مدار قرار بدن، فکر می کنم که نقشه کلیدی و اساسی رو دارن که به حمدالله سازمان فضا این مسئولیت رو قبول کرده. سیستم ماهواره هستش که رئیس جمهور در حالی از نمایشگاه تخصصی آخرین دستاوردهای صنعت هوافضا و ساخت ماهواره در کشورمان بازدید کرد که امروز 3 سالگرد پیوستن کشورمان به جمع معدود کشورهای دارنده فناوری پرتاب ماهواره است. بازدید از نمایشگاه آخرین فناوری‌های فضایی و گفتگو با دست‌اندرکاران قرفه‌هایی که در این مجموعه وجود دارند یکی دیگه از برنامه‌هایی بود که رئیس جمهور در آن شرکت کرد. در این نمایشگاه آخرین یافته‌های محققان دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر علم و صنعت، حاج نصیرالدین طوسی، سازمان پژوهش‌های علمی کشور، پژوهشکده هوافضا، وزارت دفاع و سازمان فضایی کشور در معرض نمایش گذاشته شد. ماهواره نوید شب گذشته موفق شد به صورت مستقیم اولین تصاویر خودش رو که از عرصه‌های زمین اخذ کرده بود به ایستگاه‌های زمینی دریافت سیگنال‌ها ارسال بکنه. وزیر دفاع نیز یک خبر خوش داد و آن این که ماهواره بر سیمرغ آماده پرتاب ماهواره طلوع است. رئیس جمهور نیز با بیان اینکه دانشمندان و دانشگاه‌های خوبی در عرصه فضایی کشور همکنون مشغول فعالیت هستند، از آنها خواست حضور انسان در فضا و پرتاب ماهواره‌های بزرگتر در مدار بالاتر از 500 کیلومتر را تا قبل از سال 1400 محقق کنند. همه دست به دست هم بدیم، انشالله هر روز یه خبر، هر هفته، هر ماه، هر سال خبرهای خوب برای ملت ایران و همه ملت‌های آزاده انشالله داشته باشیم.